به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب ما پریروز رفتیم دانشگاه یا UCLA، اینجا نزدیک خونه ماست، 6 مایل تا اینجا، و رفتیم ببینیم چه خبره، بریم در واقع حمایت کنیم از این دانشجویان در واقع متعرض به جنایت‌هایی که رژیم کودک کش در غزه انجام میده. خب رفتیم اونجا، 3 نفر بودیم، با 2 تا از دوستانم رفتم و میخواستیم ببینیم که چه خبره. من یه عکسایی رو اینجا براتون پخش میکنم، اینجا میذارم ببینین و ببینین که چی بودش. خب ما رسیدیم اونجا و در واقع تو فضای دانشگاه خیلی گشتیم تا بریم این تظاهر کنندگان علیه رژیم کودک کش رو پیدا کنیم. بین، یعنی اومده بودن دانشگاه رو تقسیم کرده بودن به 2 بخش، یه بخشش برای در واقع حامیان رژیم کودک کش، یعنی اون کسانی که از اسرائیل حمایت میکنن. حالا باید بگم که بخشی از دانشجویان یهودی هم حمایت میکنن، یعنی تو این جبهه حق هستن، اما یک جریان خطرناکی هم اون ور در واقع یه طرف دیگه بودش. این دانشگاه‌های آمریکا تبدیل شده به میدون جنگ، میدون جنگ از طرف باطل، یعنی جنگ باطل با حق، یعنی این مدلی شده. در واقع الان تا جایی که شنیدم یه 80 تا دانشگاه به هم ریخته و شرایط خیلی عجیب و غریبه. خب حالا اینجا ببینین، ما رسیدیم و همونطور که در این عکس میبینین یه صفی بودش که چطوری بریم تو اون ناحیه‌ای که اون بخشی که اینا اختصاص داده بودن به حامیان غزه. خب و اینطوری بودش که اگر کسی رو شما اونجا نشناسی نمیتونستی ورود کنین، یعنی هر کسی رو راه نمیدادن. یه تعدادی هم دانشجوها وایساده بودن دم همینجا، اینجا بودن و این دانشجوها خودشون ماسک داشتن و میخواستن که در واقع شناسایی کنن، شما رو ببینن کی هستی چی هستی. ما خوشبختانه شانس آوردیم یه دختر خانم نازنین بسیار دختر خوشگل و ناز که در واقع پاکستانی هم بودش و متوجه شدیم که سنی هم هستش، اونجا بود، بیرون این فضا بود و ما باهاش صحبت کرده بودیم قبلش و چون ایشون رو میشناختیم و اون هم در واقع در اون کمپینگ، در اون کمپ بودش، چادر زده بود، ما رو در واقع تایید کرد و 3 نفرمون رفتیم تو. خب وارد این فضا شدیم، در اصل از این صف گذشتیم، رفتیم وارد اون فضا شدیم و این عکسایی است که من از بیرون گرفتم از این کسانی که چادر زده بودن. اینم یه عکس دیگه است، اینجا میبینین و بذار یه چیزی رو بهتون نشون بدم. اینجا میبینین که تعداد زیادی هم پلیس که نه، یه کسانی رو گذاشتن اونجا که در واقع آرامش و امنیت رو حفظ بکنن، اینا هم اونجا بودن، همه جا هم بودن، در سرتاسر دانشگاه حضور داشتن. اینم از این و خب اینم حالا اونجا میبینین که من نمیتونستم از نزدیک عکس بگیرم، اونجا از ما قول گرفتن که رفتین داخل عکس نگیرین. ولی حالا چی شد؟ من اونجا وایساده بودم و داشتم در واقع با پرچم ایران حقیقی و واقعی رفتم اونجا و میبینین که تیشرت معروفم هم تنم هستش و وقتی که وارد این محوطه شدیم این ورش همه چادر زده بودن، پر از چادر و چتر و اینا، و در هر صورت وقتی که یه آقا پسری دید من با پرچم ایران اومدم، پرچم پشتم بسته بودم، و اومد با من شروع کرد به صحبت کردن و پرسید که شما از کجا میایین و اینا، گفتم من ایرانی هستم، معلوم شدش که ایشون ارمنیه و یه خوردم فارسی بلد بودش، خیلی بامزه بودش، دانشجوی سال دوم روانشناسی بود، سال دوم سوم روانشناسی بود و حالا گفتش میتونم یه عکس با شما بگیرم. البته ما اونجا وقتی که میخواستیم بگیم که من کی هستم چی هستم برای ورود بکنیم به این فضا،
خب باید اینا مطمئن میشدن که ما از اون صهیونیستا نیستیم که میخوایم بریم اون تو شروع کنیم به اینا رو کتک زدن و جنجال بپا کنیم. برای همین اینا چیز میام. من در واقع کانال یوتیوب و تمام این تو فضای مجازی هر جا که هستم اسممو زدن، یه گلمه چیز میسومد و گفتم بفرمایین برین تو. البته اون دختر خانم خیلی کمک کرد، ولی حالا این آقا پسر که اومد با من صحبت کردن، حالا بهش گفته بودن و میدونست یه چیزایی، اومد با من صحبت کردن و گفت ببین چقدر خوشحال شدم پرچم شما رو دیدم، اون پرچم غلطه نیست، اون پرچم شیر خورشیدیه. حالا شما ببینین چقدر جالبه، این اصلا نه ایران بوده نه هیچی. گفتش که بعد وقتی دید من این تیشرت قاسم سلیمانی رهبر تنم بودش، گفت چقدر قشنگه، من قاسم سلیمانی رو میشناسم. اون بودش که در واقع همین رو آغاز کرد، اون بودش که حامی بزرگ غزه بود، داعش رو لتوپار کرد. خیلی آگاه بود از این دانشجو، خیلی خوشم اومد، باشتادیم با هم خوشوبش کردیم و حرف زدیم و اینا. یه خوردم اون برامر گشتم و اون رفته بودیم فقط کوتاه ببینیم چه خبره و گفتش من میخوام با شما عکس بگیرم. گفتم باشه. خب یه عکس با هم گرفتیم اینجا و بهتون بگم اونا برای اینکه در واقع شما بدونن که شما کی هستین، یه دستبند میبینین اینجا جلوی دوربین به ما دادن. هر کسی که میخواست ورود بکنه به این فضا باید از اینا بهش میدادن. من حالا اینو از دستم در ورده بودم، الان چون خواستم برنامه اجرا کنم اومدم دستم کردم که ببینین در واقع این تاییدیهشون بودش که برای اینکه اگه میخوای بری بیرون و بیای تو دیگه نخوان تو رو شناسایی کنن و بگن وریفای بکنن به قول معروف. خلاصه این از این. ما اونجا ورود کردیم و چیزی که میخوام بگم، در اون فضا کلی چادر زده بودن، کلی چت زده بودن و خب ما میخواستیم بریم آب بخریم، گفتن رایگان، از این شیشه های آب بود و غذا هم رایگان بود، به وفور همه جا غذا بودش. برای این کسایی که تو این کمپینگ هستن و چادر زدن، خب غذا بود برای هر کسی که اونجا بودش، غذا هم بود. چرا ما چیزی نخوردیم و در هر صورت رفتیم گشتیم و یه مقداری صحبت کردیم با اینا و حالا از این فضا اومدیم بیرون. حالا میخوام بقیهشو براتون تعریف کنم که ببینین چه اتفاقی افتاد. ما پریروز اونجا بودیم، امروز پنجشنبه است، ما سه شنبه اونجا بودیم، سه شنبه تا عصری غروب اونجا بودیم، یعنی در واقع دیر رفتیم. خب میخوام برم سراغ در واقع یک کلیپ اینجا، اینو پخشش کنم مادامی که حرفامو میزنم. خب چیزی که اتفاق افتاد همون شبش ما برگشتیم. حالا خدا رو شکر میکنم که ما تو این درگیری های دفعه نیفتادیم، برای اینکه شب که شده بود همونطور که گفتم یه تعداد زیادی از این بهش میگن ناتور، از این ناتورها اونجا بودن که مواظب و حفاظت میکنن، از این حافظان به اصطلاح، که این دوتا گروه که تو دانشگاه تقسیم شده بودن در دو فضای دانشگاه بودن، اینا با هم دیگه به جون هم نیفتن و جنگ و جدل نکنن، ولی اونا، اون جریان صهیونیستی و اونایی که کسانی که پشتشونن همین صهیونیستا هستن، اونها خیلی اینا رو اذیت کردن و آزار اذیت روانی بهشون دادن. موزیکای شبا پخش میکردن که موزیکایی که برای بچه ها پخش میکنن، موزیکی که در یکی از در واقع حماسی ها رو اینا گرفته بودن تو زندان، 24 ساعت این موزیکا رو پخش میکنن برای زندانیانی که از فلسطینی ها اینا میگیرن و میخوان آزار و شکنجه روانیشون بدن. در صد اینو داشتن این موزیک و مرتب شبا برای اینو پخش میکردن. و در هر صورت حالا چه اتفاقی افتاد؟ تو این عکس ها میبینین که تو این فیلم میبینین که یک درگیری شدید اتفاق افتادش و اینا ریختن همون جریان حامی رژیم کودک کش، اینا ریختن توی این کمپ اینا و شروع کردن اینا رو کتک زدن و تمام اینا. حالا چی؟ ببینین جالب اینه که زمانی که نیم ساعت پس از اینکه این به اصطلاح حافظان امنیت محوطه رو ترک میکنن، اینا میریزن و شروع میکنن به کتک زدن و با چوب و چماق و هر چی کسی که در واقع به دستشون میرسید، این کسانی که اونجا چادر زده بودن، خب چوب و چماق هم هستش اونجا دیگه، دیوار زده بودن، دیوارای چوبی و در هر صورت یه چیزایی که برای استفاده از این تقسیم کردن این فضا یا میز و خیلی چیزا، میز و نیمکت و اینا میزنن و ببینین
میز و نیمکت و همین افتادن به جون این بدبخت های بیچاره بچه که حامی فلسطین هستن و اینا رو کتک زدن، لطوپار کردن، خونی و مالی کردن، 15 تاشون روانه بیمارستان شدن. این عکس ببینین، این یکی از دانشجویانی هستش که پلیس اینجا پلیس میریزه توی این فضا و این دانشجو با شلیک یه گوله پلاستیکی تو سرش، ببینین در واقع شانس آورده که این زنده موندش و اون گوله توی مغزش نرفت، یعنی سطحی بودش، ولی در واقع میبینین که این اتفاقی بودش که برای این دانشجوی بیچاره بدبخ افتاد. خب بچه هایی که اونجا بودن، بچه هایی که حامیان فلسطین بودن، زنگ میزنن به پلیس وقتی که این گروه شیاطین میرزن اونجا و شروع میکنن اینا رو کتک زدن و اذیت کردن و این چیزا، و در واقع خیلی خطرناک بودش. تو این کلیپ داره میگه که اینا میتونستن حتی کشته بشن، حتی کشته به بار بیادش، ولی در این حد زخمی شده بودن. در هر صورت ببینین وقتی که دانشجو اینو میبینن زنگ میزنن به پلیس، پلیس نمیاد، بیش از دو ساعت طول میکشه تا پلیس بیاد. پلیس بعد از 2 ساعت میاد. حالا چرا پلیس بعد از 2 ساعت میاد؟ صبر میکنه که در واقع اینا خوب بریزن به هم و کتک بخورن و این داستان خوب معنا داره دیگه. پس معنیش اینه که این پلیسا در واقع خود مقامات دانشگاه به این اینایی که حافظ بودن اینا رو میفرستن بره و این برنامه ریزی شده بوده با این ارازل اوباش، ارازل اوباش اسرائیلی تو این فضای دانشگاه، که اینا بعدش بریزن و این بچه ها رو خوب کتک بزنن که اینا در واقع این چادر زدنشون اینا رو رها کنن و برن. حالا یه چیزی هم میخوام بگم، فضای دانشگاه UCLA یه فضای بسیار زیباست و ببخشید، یه فضای بسیار زیباست، ساختمان‌های خیلی قشنگ، نسبتاً قدیمی، آجوری، و تمام این فضاها، این ساختمان‌ها بسته بودن. مثلا اگر من دیدم دانشجویانی اومده بودن که میخواستن مثلا برن کتابخونه دانشگاه، میگفتن کتابخونه بسته است. خیلی از فضاهای دانشگاه بسته بود. کلا میخوام بگم کلاس ها تعطیل بودن. شما میبینین اینجا چادر زدن، اینجا جایی بودش که غذا میدادن، غذای رایگان و اینا پشت این میله ها. و در هر صورت این فضای دانشگاه، یه چیزی که بهتون میخوام بگم از این دانشجویانی که به نفع فلسطین در واقع اونجا کمپ اونجا چادر زدن، اگر شما فکر کنین یه دونه آشغال رو این چمن بودش، اگر فکر کنین یه خورده اینا مثلا ریخت و پاش کرده بودن، شیک، ترتمیز، مثل گل تمام فضاها، یعنی میخوام بگم اینا رو بعد اینجا گفته میشه تو این کلیپ یا کلیپ های دیگه که این دانشجویان در واقع از مدتی پیش هماهنگ شده که بیان اونجا و چادر بزنن، و این دانشجویان در واقع کسانی بودن که به نمیخواستن اصلا و ابدا وارد هیچ جنگ و جدالی با هیچ کسی بشن. خیر اصلا اینطوری نبود. ببینین اینجا در این تصویر میبینین که پلیس اینا، پلیس که نه، این ارازل اوباش صهیونیستی اسرائیلی اینا ریختن و با در واقع ترقه و با فشفشه و با نمیدونم یه چیزای خطرناک پرت کردن تو این جمع اینا که اینا همشون ترسیدن و کارهای خطرناک کردن و حالا میبینین که پلیس اومده. شما میبینین الان به اندازه هر دانشجوی چند 3-4 تا پلیس فرستادن تو دانشگاه UCLA و این شرایط شد. همون شب اون روزی که ما رفته بودیم اونجا، پلیس که ریختش اینجا اسپری فلفل استفاده کردن، گاز اشکاور استفاده کردن، شوک الکتریکی. نشون میدن اینجا دانشجویانی رو که گرفتن و خوابوندن رو زمین، هنوزم بهشون شوک الکتریکی میدن، از اینایی که بز میزنن به تن آدم که همه بدن آدم میلرزه، و گلوله پلاستیکی بهشون شلیک کردن، دیدین که نشون دادم اونجا. در صورت و
به اندازه کافی اون جریان عرازل و اوباش هم ترقه و فشفشه و اینا زدن و همونطور که گفتم شبا موسیقی شکنجه وار برای اینا پخش میکردن. ما دیدیم که اون خود مقامات دانشگاه سعی کرده بودن این دو گروه رو از هم جدا نگه دارن، ولی این گروه بچه های حامیان فلسطین کاری به کار اونا نداشتن، هیچ کاری هم نمی کردن که اونا تحریک بشکن، ولی اونا عرازل و اوباش مثل عرازل و اوباشی که ما در ایران خودمون تجربه کردیم، در جریان مهسا تجربه کردیم، این عرازل و اوباش در اینجا هم هستن و همون هم هستن. حالا باهاتون صحبت دارم در یه برنامه دیگه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ ببینین جریان اینه که این بچه های دانشجویی که اینجا حامیان فلسطین هستن در این فضاهای دانشگاهی در آمریکا، اینا کسانی بودن که به بایدن رای دادن، یعنی اینا در واقع وقتی دانشجو هستن دموکرات هستن، درست؟ یعنی تو خوش خیالی فکر میکنن دموکرات و دموکراسی و اینا بشر دوستن و این داستان ها، غافل از اینکه اینا چه شیاطینی هستن که صد رحمت به اون محافظه‌کارا. در اصل اینا به اینا رأی دادن، ولی الان که اینو میبینن خواهم بگم که این برای بایدن خیلی گرون تموم میشه. الان این دانشجوها دیدن که چه اتفاقی داره میفته، حالا یه جریانی پشت این هست که اونا میخوان این بایدن حذف بشه. خب اینا تمامش یه جریانی پشت اینا هست، تو این برنامه بهش نمیپردازم، ولی در هر صورت این برای بایدن یک پوان بسیار بزرگ منفی هست و این در سرتاسر دانشگاه‌های آمریکا هستش، فقط که UCLA و اینجا که نیستش. حالا من همونطور که در برنامه‌های قبلی هم گفتم، این تظاهرات صلح آمیز که اینجا می‌بینین، عرازل و اوباشین رو تبدیل کردن به میدان جنگ با باطل، میدان جنگ بین حق و باطل که اینجا تقصیر حق اصلا نیست. این بچه های خوب من رفتم دیدمشون. حالا این دوست من میگو کاش رفته بودیم توی اون فضای عرازل و اوباش هم میدیدیم. گفتم خوش شد که من نرفتم اونجا، من اگه میرفتم حتما من کتک میزدن. میخوام بهتون یه چیزی بگم، اینجا من روزی چندین تلفن دریافت میکنم از همین عرازل و اوباشی که اینجا هستن و میدونن که من برنامه ساز هستم و در واقع علیه این کودک کشان برنامه میسازم. خب سعی میکنن که هم تو لپتاپ من اینو هک بکنن، هم تلفنمو مرتب برای من لینک های عجیب و غریب میفرستن از بیمارستان، از نمیدونم بانک، از جایی که آدم یه موقعی که حواسش نباشه روش کلیک بکنه هک میکنن کامپیوتر رو و تلفن همراه هم و مرتب هم زنگ میزنن و مزاحمت ایجاد میکنن. خب بگم ما با اون صهیونیستای ایرانی در لس آنجلس بسیار افراد خطرناکی هستن. الان در همکنون که دارم باهاتون صحبت میکنم 1400 نفر رو از دانشجوها در سرتاسر آمریکا بازداشت شدن، یه تعداد زیادی زخمی شدن، استادان دانشگاه رو گرفتن، در واقع بازداشتشون کردن و تمام این حرفا. خب فقط میخوام بگم که من رفتم اونجا و اینا رو از نزدیک دیدم. یه چیزی روی نکته رو میخوام بگم، من اونجا دم در پرسیدن، گفتن نباید عکس بگیرید، من حرفم سنده، یعنی از چیزایی که اونجا هست نباید عکس بگیرید. من هیچ عکسی نگرفتم، هیچی، اینم به خواسته این پسر نازنین، این جوان نازنین، دانشجوی نازنین که خواست با من عکس بگیره، من این عکس رو گرفتم و برای اینکه پرچم ایرانو دوست داشت گفتم میخوای پرچم ایرانو بهت بدم. بعد از این گفت نه من چند تا پرچم ایران خونه دارم. خواهم بگم یه چنین بچه هایی هستن آگاه و دانا بین اینها و من بسیار بسیار خوشحال شدم وقتی اینو دیدم و کسانی بودن که سردار دلهمون خیلی خوب میشناختن اونجا و این جای بسی خوشحالیست و افتخاره و کسانی هم بودن که میدونستن ایران در واقع یکی از اون موتورای پیشبرنده این جریان مقاومت علیه رژیم قاسب صهیونیستی کودک کش جنایتکار هستش. امیدوارم که شما هم حمایت بکنین هر جا که هستین، خارج از ایران، خارج داخل ایران که تمام بچه های دانشجوی ایران حامی این جریان غزه هستن، ولی خارج از ایران هستین حتما برین و شرکت بکنین و این بچه ها رو تنها نذارین. در صورت میخوام بگم که اینا با یک
با یه شیاطین بزرگی در افتادن. خب در پناه حق باشین، مشقاتونم بنویسین. یعنی چی؟ یعنی پسند رو فشار بدین، به اشتراک بگذارین و نظرتون رو بنویسین. برای من ارزشمنده. فرزندان فلسطین و حامیان فلسطین رو همگی ما حمایت میکنیم. فری فری پالستین.